شنوندگان عزیز، چقدر خدا رو شکر میکنیم که به فیض، به رحمت و به هدایت‌های او به این جلسه آخر در این دومین سری درس هامون تحت عنوان کلیسای تحت جفا رسیدیم. و در این جلسه ما از دیدگاه پتروس رسول به خصوصیات جفا و آزمایش های یک مسیحی نگاه خواهیم کرد. اما اجازه بدید شروع کنیم با قرائت 4 آیه از باب 4 رساله اول پتروس از ترجمه هزاره 9. پتروس می‌فرماید: پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصه جسم رنج کشیده دیگر با گناه کاری نیست. در نتیجه باقی عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه انجام اراده خدا می گذراند. چرا که در گذشته به قدر کافی عمر خیش را در به عمل آوردن آنچه اقوام خدا نشناس دوست می دارند صرف کرده و روزگار به هرزگی و شهوترانی و میخارگی و عیش و نوش و بت‌پرستی نفرت انگیز گذرانیدند. از همین رو اکنون که در این بیبند و باری های مفرد با ایشان شریک نمی شوید، حیرانند و دشنامتان می دهند. پس این موضوع رو از دیدگاه پتروس بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه این خصوصیات رو مطالعه کنیم، برادر ادوارد مایل هستند در رابطه با دولت روم و جفایی که می رسوندن اطلاعاتی به ما بدن که اهمیت داره ما اینها رو حتما بدونیم. برادر ادوارد، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. این جلسه آخر رو همراه شما هستیم و دعای ما این هست که اگرچه در این سری آخرین درسه، ولی این آخرین درسی نخواهد بود که از شما می گیریم. در آینده بیشتر خواهیم داشت. بله، به فیض خدا. آمین. اگه خدا بخواد اراده او باشه در خدمت هستیم. بله. سلام عرض میکنم به همه بیننده های عزیز و خیلی ممنون از محبت شما و حمایت شما از اینکه همراه بودید در این 13 جلسه با هم. باعث افتخار بود برای من. خدا رو شکر. خدا رو شکر. و در رابطه با پتروس، رساله‌ای که نوشته برای ایماندارانیه که یا جفا می‌بینند یا به زودی در جفای بزرگ خواهند افتاد از طرف دولت روم. از طرف دولت روم. و گویا پتروس اینو فهمیده بود، روح القدس براش آشکار کرده بود که جفای عظیمی در پیش هست و با همین نیت و هدف این رساله را نوشت. حداقل 15 بار در این رساله به جفا و زحمت اشاره میکنه که آزمایش دشوار و آتشین در کمین است و قصدش این بود که ایمانداران را در رویارویی با این مشکل بزرگ آماده کنه. ولی پتروس کلامش تشویق‌آمیزه و در حقیقت میخواد اینو بگه که چطور میشه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم. اما دلایل این که ممکن بود روم بر کلیسا جفا برسونه و شروع شده بود در حقیقت زمان پتروس چی بود؟ اولین دلیلش این بود که مسیحیان در این دنیا افرادی عجیب و غریب به نظر میان. شما در باب 4 خوندید. بله. آیه آخر چی بود؟ ترجمه قدیمی میگه در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشه تابید. بله. و شما را دشنام میدهند. مسیحیان در این دنیا افراد عجیب و غریبی هستند. پتروس 2 بار کلمه غریب را برای مسیحیان به کار برد. اصلا شروع کتابش هم به غریبان پراکنده. به غریبان و پراکندگان در باب 2:11 که میگه شما غریب هستید. بله. این یکی از اسامی ماست. واقعا ما به این دنیا تعلق نداریم، هرچند تو این دنیا زندگی میکنیم، ولی معیار ما معیار این دنیا نیست. مسیح هم همین دعا را کرد: دعا نمیکنم اینا را از این دنیا ببری، اینها را شریر نگه داری. و کلام خدا واضح میگه که شما متعلق به این دنیا نیستید.
برای اینکه مسیحیان بر ضد معیارهای فاسد و گناه این دنیا تعلیم میدادند و همینطور برخلاف معیارهای مردم دنیا زندگی میکردند، عده زیادی از اینها خوششون نمیومد. نور در جهان آمد، مردم ظلمت رو بیشتر دوست داشتن. چرا؟ چون اعمال ایشان بد است. اینا نمیخوان کسی دیگه باشه متفاوت از اونها، مشروب نخوره، فوش نده، سیگار نکشه، دعوا نکنه، درگیر نشه. خب اینا خودشون رو تنها میبینن تو این قضایا. دروغ نگه، با کارهای اونا شریک نشه، و این خودش فاصله ایجاد میکنه و در نتیجه عامل جفاست. پس یه خواهری داریم در انگلستان، میگفت که پسرای من جوون بودند و بعد ازدواج کردن، ولی اینا از بچگی تو کلیسا بزرگ شده بودن. من توی مهمونی که خانوما بودن گفتم پسرای من قبل از ازدواج هیچ سکسی نداشتن، با هیچ کسی رابطه جنسی نداشتن. میگه همه اون خانوما اونجا خندیدن، خنده مسخره. گفتم پسرای شما سالمن؟ پسرای شما عاقلن؟ اینا عقب افتاده نیستن؟ دکتر ببر اینا را، اینا چه دور آدمی هن؟ مال ما ماشالله 10 دختر از دیر دستشون رد شده. یعنی به جای اینکه مثلا منو تشویق کنن که پسرای نجیب و پاک و با اخلاقی داری، مورد تمسخر و استهزای اونا شدم. و چقدر میگه اون شب من در این جمع زجر بردم از اینکه این مورد پوزخند اینا قرار میگرفتم و دائم مطلق که این پسرای شما حتما مشکلی دارن. این طبیعی نیست. چطور ممکنه آدم تو این جامعه دوست دختر نداشته باشه به اون معنا که باش همخواب نباشه؟ این جفا نیست؟ یک نوع جفای همون روانیه دیگه، روانی. نوع روانیش. بنابراین یکی از علل جفا این بود. دومیش رشد سریع مسیحیت در امپراتوری روم بود که سبب ترس و نگرانی مقامات کشور شده بود، که خب البته ما اینو دیگه توضیح نمیدیم. معلومه که دولت روم مثل یهودیان نگران بودن. خود یهودیان هم گفتن اگه اینو ول کنیم مسیح را و شاگردان رو زیاد میشن، تمام اینجا رو میگیرن، بعد رومیان میان ما رو اذیت میکنن. حالا رومیان میدن که داره مسیحیت حتی در دربار رشد میکنه. خب اول فکر میکردن یه شاخه ای از یهودیته، ولی حالا فکر کردن که نه بابا، این اصلا کاملا چیز مستقل و جداییه. و سومین دلیلش هم این بود که بشارت پولس و دفاع و از ایمان مسیحی در دربار سلطنتی امپراتوری روم سبب شده بود که پولس زندان بشه و بعد شهید بشه. موقعی که پتروس این رساله رو می‌نویسه پولس شهید شده بود. و نیرون امپراتوری خونخوار و دیوانه اون زمان روم را آتیش میزنه و مسیحیان را متهم میکنه که اونا این کارو کردن. و این عامل دیگه ای میشه که جفاها زیاد میشن و به احتمال قوی هم پتروس هم به وسیله همین امپراتور در این دوران کشته میشه روی صلیب. ولی میگه من لایق نیستم مثل مسیح، صلیبو وارونه میکنن. که این در تاریخ اومده. البته منظور این که اینها دلایل جفای کلیسای، یعنی دولت روم بود بر کلیسای عیسی مسیح. و پتروس داره مسیحیان روم رو آماده میکنه برای این موضوع. ولی وقتی این جفا در روم شروع شد، چون یهودیه هم تحت کنترل روم بود، مستعمره اونها بود، این گسترش یافت و به طور کلی دولت روم به این نتیجه رسید که مسیحیان آفت خطرناکی هستن و جفاها را به صورت وسیع ادامه داد. بعد از مطالعه این دلایل شدت گرفتن، ما پیش میریم در رابطه با اون حقایق مهمی که پتروس رسول با ما در میان میگذاره در رابطه با این آزمایشات و جفاهایی که بر شخص مسیحی پیش میاد. بعد ادوار شروع کنیم به مطالعه. بله. این موارد پتروس 5 حقیقت در مورد
آزمایشات که از طریق جفاها میاند برای ما ذکر میکنه که هر پنجتاش هم خیلی جالب و زیباست و با مفهومه و یک دیدگاه تازهیه که پتروس به ما میده. اولیش در آیه 6ه. چی میگه همون قسمت اولش؟ باب اول آیه 6. و در آن وجد می نمایید هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید. بنابراین آزمایشات بر حسب ضرورت هن. یعنی اصلا لازمه. هیچ بچه ای از امتحان خوشش نمیاد، از آزمایش خوشش نمیاد، شب امتحان براش کابوسه. ولی تا از امتحان عبور نکنه به درجه بالا نمیرسه. همه ما حتی بزرگسالان هم از هیچ امتحانی خوشمون نمیاد. امتحان رانندگی رو هم خوشمون نمیومد، برای اینکه دوست داریم همینطوری بالا بریم، حاضریم رشوه بدیم، دم کسی رو ببینیم ولی امتحان ندیم. ولی امتحانات برای پیشرفت لازمه و پتروس ضرورت این جفا رو مهم میدونه، چون بسیاری از درسایی که ما یاد میگیریم مثل درس اطاعت، پیام‌های عالی از خداوند، شخصیت سازی، در همین امتحاناتیه که خدا از طریق جفاها اجازه میده برای کلیسا پیش بیاد. پس بنابراین ما در موقع جفا فکر نکنیم چیز بدی رخ داده. خدا داره استفاده میکنه که ما رو به یه درجه بالاتر برسونه. بله. ارتقای مقام به ما بده. بله. واقعا جفا دیده ها وقتی امتحانشون رو میدن دیگه اینا خیلی برای خدا گنج گرانبهایی هستن و خیلی قابل اعتماد. در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید، آیه ای از پولس به یادم اومد در اول قرنتیان 10:13 که میگه هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمیگذارد فوق از طاقت خدا آزموده شوید، مفری هم فراهم میکنه برای. نکته دوم این که آزمایشات گوناگون هستن. بله، همون آیه رو که خوندیم، آیه 6. بله. جالب اینه که همین کلمه گوناگون در 14 برای فیض اومده. فیض گوناگون. یعنی همینطور که شما در صحبت‌های قبلیتون هم فرمودید، مال هر کس با دیگری فرق میکنه. برنامه و نقشه خدا برای همه حتی در قسمت جفا یکسان نیست. خود پتروس میخواست بدون تکلیف یوحنا چی میشه وقتی مسیح گفت تو شهید میشی، مسیح گفت به تو مربوط نیست. تو دنبال من بیا. گفت یعنی یوحنا زنده میمونه تا تو برگردی؟ گفت حالا گیریم میخوام زنده بمونه، به تو ربطی نده. یعنی من نقشه و برنامه‌ای که برای یوحنا دارم با مال تو فرق داره، تو خود تو با اون مقایسه نکن. پس آزمایشات گوناگون هست و حتی تو زندگیشون اینو دیدیم. بله، در زندگی پتروس چطور تموم شده، زندگی یوحنا چطور تموم شده. درسته. پس ما هم در قسمت برخورد با جفاها ممکنه شبیه هم نباشیم. خدا هر کس رو برای یک موضوعی دعوت کرده و هر کس هم برای یک موضوعی خوانده شده فیض لازم رو به اون میده. آمین. اینو من برای این میگم چون بعضیا جفا میکشن، بعد از جفا میان به اونایی که جفا نکشیدن فخر میپوشن، ای دائم میبالن به خودشون رو روحانی تر و برتر میدونن، بدونن که خدا برای هر کس برنامه خاص خودشون. بله. عزیزان، این دو مورد رو که مطالعه کردیم یک ذره ایست از اون پیغام عظیمی که خدا از زبان پتروس برای ما داره. در قسمت دوم برنامه نکات بیشتری رو مطالعه خواهیم کرد. لطفاً همراه ما باشید. پس پتروس رسول میگه این تجربه های گوناگون
از راه ضرورت انواعش متفاوته و نکات بیشتر. برادر ادوارد، بله. نکات بیشترش. سومی خاصیت این آزمایشات که پتروس میگه اینه که این آزمایشات آسان نیستن. خودش هم قبول داره که باعث حزن ما میشه. در همون آیه میگه هرچند اندکی در آزمایش های گوناگون غمگین شده اید. کلمه غمگین اشاره به غم و اندوه و درد دیگه که برای یک مسیحی پیش میاد. خود عیسی مسیح هم شب جتسیمانی چی گفت؟ گفت جان من از حوز مشرف به موت شده. پس بنابراین مسیح هم میدونست در برخورد با اون پیاله تلخ چقدر دردناکه واقعا، و مخصوصا از جهالت و بی‌ایمانی دشمنان خودش هم خیلی متاثر بود، از خیانت یهودا چقدر متاثر بود. بنابراین ما نمیتونیم بگیم ما در آزمایشات همیشه هم ممکنه همه چیز شادی بخش باشه. بعضی از آزمایشاتی که پیش میاد ممکنه مستقیما جفا نباشه ولی مصیبتی باشه. عزیزی رو از دست میدیم و یا حادثه‌ای پیش میاد، بیماری پیش میاد، وقایع ناخوشایندی پیش میاد، تصادف ناگهانی پیش میاد و خیلی اتفاقات گوناگون، همین حوادث که در دنیا پیش میاد، زلزله ها، سیل ها، ترور ها، اینا غم انگیزه. هیچ مسیحی نیست که این چیزا رو ببینه و خوشحال باشه. هرچند ما مثل افراد بی ایمان غمگین نیستیم و مایوس نیستیم. پولس میگه نمیخوام مثل آنانی که امید ندارن محزون بشید، ولی نمیگه اصلا محزون نشید. ولی مثل اونا محزون نشود که شیون اونها وای دیگه تمام شد بزنیم تو سر و سینمون. یادم وقتی برادر هایک شهید شده بود، برادر هویک که باش خیلی دوست بود اومده بود جلوی عکسش با صدای بلند گریه میکرد و قرب و صدقه میرفت، و یکی از برادران پیر ما اونجا او را توبیخ کرد و ما را همینطور، و گفت چرا گریه میکنید؟ گریه نشانه ضعف، نشانه شکسته. بعد ایشون گفت برادر تو کتاب مقدس رو مگه نخوندی؟ استیفان رو شهید کردن، کلیسا ماتم عظیمی گرفت. ماتم عظیمی. عیسی مسیح هم گریه کرد برای لازری که میتونه زندش کنه. ماتم نمایید با ماتمیان، و ضمناً حتی بهش گفت اگه پسر تو بودم همین حرف رو میزدی. خب ببینید ما باید جای دیگران هم باشیم، غمهای دیگران رو هم درک کنیم. و پتروس میگه این طبیعیه، این فشارهایی که بر شما میاد آسون نیست. منم درک میکنم، خدا هم درک میکنه، هم درد ضعفای ما هم هست. نکته چهارم که خیلی تسلی بخشه، میگه این آزمایشات ابدی نیستن. آیه 6 چی میگه؟ و در آن وقت مینمایید هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید. اندک زمانی کوتاه در این ترجمه هزاره میگه، برای زمانی کوتاه، زمانی کوتاه. پتروس ببینید آیه 3 و 4 رو هم بخونید ببینید چرا این اندک زمانی کوتاه که ما توش هستیم با چی جبران میشه. حالا آیه 3 و 4. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. امیدی را که اینجا پتروس معرفی میکنه، خود امید اصلا 4 تا عنوان داشت. امید زنده، بله، فنا ناپذیر، بله، بی آلایش، ناپژمردنی. خب میگه حالا در قیاس با یک چنین امید مبارکی شما یه اندک زمانی هم جفا ببینید تا برسید به یه چنین جای پر جلال، حتما ارزش داره. آمین. این ابدی نیست. زحماتی که ما داریم میگذره به زودی. اندک زمانی. برادری داشتیم همیشه شاد بود چون همیشه به آسمان فکر میکرد. برای اینکه میرفتیم بیمارستان میگفت که خدا رو شکر در آسمان بیمارستان نیست. کی میای عیسی مسیح؟
میرفتیم قبرستان میگفت خدا رو شکر در آسمان قبرستان نیست دیگه مراسم تدفین نخواهیم داشت. میرفتیم مثلا با هم تو خیابونا ملاقات میگفت خدا رو شکر در آسمان آشغال نیست، کثافت نیست، پلیس نیست، پلیس رو میدید، سرباز رو میدید، جنگ نیست. همش در فکر آسمان بود و زندگی فعلی را مقایسه میکرد با اونجا و برای همین با امید به آسمان میتونست روی زمین شخص شادی باشه. ما اسمش رو گذاشته بودیم برادر آسمانی چون همیشه در مورد ملکوت حرف میزد. بله بله، مرد آسمانی. بله همینه، پولس میگه با مسیح برخیزانیده شدید آنچه در بالاست بطلبید، با امید مبارک. این آیه باب 5 آیه 10 رو اجازه بدید بخونم. بله بخونید. بله اونو اجازه بدید در یه قسمت دیگه من میخوام مخصوصا بخونید آیه 10 باب 5. آیه 10 باب 5 که اونجا خوب. اون سه کلمه خاصی که مد نظر من هست اونجا اومده. بله ولی شما یه چیز جالبی که یک مفسر میگه در مورد پتروس، میگه پولس به عنوان رسول ایمان، یوحنا رسول محبت، پتروس رسول امید معروفه. این که میگه ایمان، امید، محبت، اینا مثل این که همدیگر رو تکمیل میکنن. نکته پنجم در مورد آزمایش جفا چیه؟ باب 1 آیه 7. بله. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح. پس آزمایشات برای اینه که اصالت ایمان مسیحی ما به ثبت برسه، ثابت برسه، یعنی ثابت بشه واقعا خداوند از چه طریقی میتونه ایمان ما رو بیشتر تقویت کنه. البته اونایی که واقعا این دیدگاه رو ندارن ممکنه ایمانشون از دست بدن موقع جفا، ولی اونایی که واقعا دیدگاه و نگرش پولس را و پتروس را دارن، اینها در ایمانشون تقویت میشن. این مسیحیان مثل درخت کلوفتی هستن که هرچی طوفان و باد بیشتر بهشون بخوره ریشه هاشون بیشتر میره زیر زمین. مثل میخ هستن که هرچی با چکش محکمتر بزنی بهشون اینا بیشتر فرو میرن. و ایمان ما به همین شکله، ایمان ما باید از این آزمایشات بگذره. و اینجا میگه مثل طلا، میگن طلاسازان قدیم برای اینکه بتونن طلای خالص را بفهمن از کوره عبور میدادن و اینقدر این طلا در اون کوره میموند تا اینکه وقتی که نگاه میکردن تصویر خودشان را طلاساز در سطح طلا ببینه. و خداوند ایمان ما را از این کوره آزمایشات میگذرونه که وقتی به ما نگاه میکنه چهره خودش رو در ما ببینه. آمین. و ما از این طریق شبیه عیسی مسیح بشیم. آمین. به همین رو ایوب میگه دیگه، ایوب 23:10 میگه چون مرا میازماید مثل طلا بیرون میآیم. بله. درسته؟ بله. پس واقعا این یک هدیه است، یک نعمتیه. اگه ما میخواییم در ایمانمون بالغتر بشیم و عمیقتر بشیم و از چیزای اضافی و ناخالص بیرون بیاییم، لازمه که از این آزمایشات عبور بکنیم. آمین. یک نفر میگفت ما مسیحیان مثل بطری هستیم که معلوم نیست توش چیه، ولی وقتی فشار میدی اون چی که توش هست میاد بیرون. حالا اگه سرکه هست سرکه میاد بیرون، اگه عسل عسل میاد بیرون. ولی خدا تو این فشارها ما را از چیزایی که ناخالصه بیرون میاره، آزادمون میکنه. پس بنابراین اینقدر ما در موقع جفا و آزمایشات سخت زندگی شکایت نکنیم، بدونیم همه اینا برای خیریت و سازندگی و ساخته شدن شخصیت ما. آمین آمین. خدا رو شکر برای برکاتی که آزمایشات در پی داره. در این قسمت مایل هستیم پیش بریم و جواب بدیم یک سوالی که در رابطه با همه مطالبی که تا به این جلسه مطالعه کردیم، درک چه حقیقتی مؤمنینی مثل من و شما، عزیزانی که در جفا هستند،
کمک میکنه تا جفا و زحمت رو ما تحمل کنیم. برادر ادوارد، من میدونم که شما مطلب خیلی شیرین اینجا دارید برای اون آیه ای که شما میخواستید اون موقع بخونید، حالا میخوام خواهش کنم الان بله. بخونید اول پتروس 5:10 بله. چون سه کلمه اونجا اومده که در حقیقت جواب همین سواله. و خدای همه فیض‌ها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. خدای همه فیضا، این فیض بله که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، این جلال ابدی فیض بعد جلال از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. فیض، جلال، امید. درد. یعنی شما از طریق رنج و زحمتی که میکشید خدا به شما فیض میده، اولا فیض میده که بتونید اون رنج و زحمت را تحمل کنید، و بعد از طریق امید پرجلال که در پیش هست بتونید بران فائق بیایید. و پتروس در رسالات خودش این سه کلمه رو خیلی به کار میبره. اولا کلمه فیض که برای پتروس یک زمانی ناشنا بود، چون خیلی با تلاش خودش و با شمشیر خودش و زور خودش میخواست خودش رو حفظ کنه و مسیر رو حتی حفظ کنه. حالا تو همین رساله فکر میکنم 8 بار کلمه فیض رو به کار میبره. امید رو خیلی به کار میبره، امید پرجلال رو که خوندیم، و همینطور رنج و زحمت رو 15 مرتبه به کار میبره. یعنی این ستا با هم آمیختن در این رساله. و پتروس در حقیقت به ما میگه اگه شما تو درد و رنج هستید، بدونید فیض و خدا به شما میده که بتونید تحمل کنید، و ضمناً اگر اون امید پرجلال را بهش باور دارید میتونید مقابله کنید تا به آخر. آمین. آمین. این پیامشه. آمین. بینندگان گرامی، درسمون در اینجا تموم داره میشه، اما پیغام خدا برای کلیسای خودش تموم نشده. این جلسه 13 بود. برادر ما زحمت بسیار کشیده این درس ها رو تهیه کردن، و من ایمان دارم که شما هم مثل من برکات بسیاری گرفتید که برای همه اونها خدا رو شکر میکنیم. هدف این بود که دلهای ما تقویت بیابد، تسلی بیابد، با امید پیش بریم، با نگاه به خداوندمان عیسی مسیح پیش بریم، توکل ما فیض او باشد نه تجربه و درک شخصی خودمون. دستمون رو بگذاریم به دست مسیح، چون این رو میدونیم هر تجربه‌ای که برای ما پیش بیاد در تمامی جفاها قبل از اینکه ما وارد بشیم، مسیح وارد شده. آمین. و اون جایی که ما نهاده شدیم، مسیح ما رو تنها نذاشته، با ما از درون آب و آتش میگذره. شکر. و خدا داره فیض خودش رو آشکار میکنه، نه فقط برای تو برادر عزیز، خواهر عزیز در جفاها، چنان که برای دوستان دانیال، برای شدرک و میشک و ابنقو داد، بلکه کاری خواهد کرد که آن بیرونی ها، آنهایی که مسبب جفاهای شما شدن، آنها هم ببینند چند حقایق رو که 3 نفر بسته بودن الان 4 نفر میبینن، 3 نفر رو بسته بودن اونا الان گشاده را میرن، و اون 4 منظر شبیه پسر خداست. شکر. تا شهادت داده بشه نه فقط شما، من در جفاها فرصت و برکت قدم برداشتن با مسیح رو داشته باشیم، لذت مشارکت در آتش با مسیح رو داشته باشیم، بلکه دیگران نیز ببینند که آنانی را که بر آنان جفا وارد کردند، خداوندشان، آن خدای امینشان، آن خدای زندهشان،
آن خدایی که از مردگان قیام کرد با اونهاست، در کنار اونهاست و داره اونها رو حمایت میکنه. با این دعا شما عزیزان رو و کلیسای تحت جفا رو به دستهای امن خداوند میسپاریم. خداوند همه شما رو برکت بده. آمین. آمین. خدا همراه همگی شما باشه.